بسم الله الرحمن الرحیم سلام شکر عزیز دختران و پسران خوب امیدوار هستم از هست صحت سلامتی کامل برخوردار باشین و در گذشته را هم مرور کرده باشین و کار خانگیتان انجام داده باشین با می امیدواری امروز باز هم در خدمت شما هستم و در تنو خدا آغاز میکنیم البته قبل از که در تنو خدا آغاز بکنیم مرور کوتاهی به درس گذشته خود داریم خوب درس گذشته ما شما چی بود درد گذشته ما شما سقوط خلافت خاندان عملی ها بود که ما شما خواندیم که یک تعداد از امرای خلاف های عملی البته به احکام الهی توجه داشتن که از اون جمله میتونیم عمر بن عبدالعزیز نام ببریم اما یک تعداد توجه نمی کردن مخالفت ها با مقابل عملی ها ادر گوشه و کنار برخواد و زمانی مخالفت ها با اوج خود رسید که ابو مسلم خراسانی توجه عباسی ها را به خود جلب کرد بالاخره اینا تمام اموی ها و طرفدارانشان شکست دادن و خلافت به عباسی ها انتقال داد شد البته در تیمروز ما شما هم به خلافت رسیدن عباسی ها است که چگونه خلافت یا قدرت به عباسی ها انتقال کرد پیش از که در آغاز بکنیم البته باز هم اهداف برای در تعیین کردیم که ما بر شما میخوانم البته در تای ما سلسله در تای تاریخ است صنفه هفتم مضمون تاریخ موضوع آیا می دانید که انتقال قدرت از عموی ها به عباسی ها چگونه صورت گرفت؟ درس ما درس سی و چاران و صفحات ما افتاده هفت و افتاده هشت اهداف آموزشی که برازی درس تعیین کردیم البته شاگرد عزیز که تا خط درس بتانیم به ای اهداف خود ما شما برسیم خب از شاگردان انتظار بیره تا ختم درس به اهداف زیر دست یابند یک آشنایی شاگردان با چگونگی شخصیت ابو مسلم خراسانی دو آشنایی شاگردان با عملکردهای اولین خلیفه عباسی عبدالله ابوالعباس صفا و آشنایی شاگردان با افراد مهم خاندان عباسی ای بود اهدافی که برای درس تعیین کرده بودیم و تا ختم درس ما شما بتانید که به این اهداف دست بیابیم و یا به این اهداف برسیم خب درس خدا آغاز میکنیم باز هم با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنیم درس امروز ما شما انتقال قدرت از خاندان اموی به عباسی ها است البته شما یک تصویر را میبینید که در تصویر یکی از ساختمان های تاریخی در تامره مربوط به دوران عباسی ها در عراق نشان میده تصویر ببینید که دو زمان هم میماری به این سن داده بود و میتونستن چون این آبادی ها را داشتند خب شکر عزیز درس خود آغاز میکنیم که انتقال قدرت از خاندان اموی به عباسی ابو مسلم خراسانی بر علاوه که حمایت مردم عجم با خود داشت عجم یعنی بیگانه البته خودش شخصیت مدبر و آگاه بود خوری که سپای بزرگ مردم حیرات و بلخ و طالقان در مرد جمع نموده بود سعی کرد تا حمایت عرب ها را نیز و خصوص آل عباس با خود داشته باشد هیچی کرد با آل عباس یا با خاندان عباسی تماس ها برقرار کرد و عباسی ها هم به طور مخفی مردم ها تنظیم کرده بودند و سعی داشتند که نیروی نظامی را هم به دست بیارند و تا کار عملی ها را یک سره زدن یا از بین ببرن به این ترتیب ابو مسلم خراسانی توجه آل عباس به خود جلب کرد در نتیجه تماس و قرار هایی که بین اینا برقرار شد ابو مسلم خراسانی به دمشق هجوم برد و نیروهای مروان آخرین خلیفه اموی را از قدرت تخت یا قدرتش خلق کرد و قدرت به آل عباس تحویل گردید یعنی قدرت عباسی ها به دست گرفته دولت عباسی ها پنج قرن بر قرمرو اسلامی حاکمیت داشتند و اولین خلیفه از این سلسله ابوالعباس صفوان نام داشت ابوالعباس عبدالله بن محمد بن علی ملقب به صفا بود عبدالله پدرش راه مخالفت با امویها زحمات زیادی کشید یعنی پدر ازی پدر ابو العباس صفا که عبدالله نام داشت مخالف امویها بود و درای در ازی که امی مخالفت خدا با ها ادامه میداد یا مخالفت می کرد یه زحمات زیاده را متقبل شد در زمانی که ایفات می کرد البته امی امور دعوت بر علی امویها را بر فرزند خود ابراهیم که ملقب به امام بود سپرد امام توسط مروان مسموم شد و در زندان چشم از دنیا پوشید مروان شما خانده که آخرین خلیفه خاندان عملی ها بود عبول عباس سیکت عبول در روز جمع اولین خطبه را برای درمانبر برای مردم قرارت کرد وقتی مردم این خطبه را شنیدند، مردم از او رضایت نشان دادند و گفت برشان که سنت پیامبر دوباره احیات کرد در این خطبه ابوالعباس از فضایل خاندان پیغمبر صلی الله علیه سخن گفت و از ظلم عموی ها نیز یاد کرد البته از ظلمش که با خاندان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نموده بودند شما در درس قبلی خواندید که در زمان عموی ها در سال 61 هجری واقعی غمانگیز کربلا رخ داده بود و همچنان علاوه کرد که اموی ها خلافت اسلامی را به زور غصب کرد حاکمیت عباسیان 5 قرن طول کشید در این مدت حوادث زیادی به وقوع پیوست که از جمله میتانیم شهادت ابو مسلم خراسانی را نام ببریم که در زمان حکومت خلیفه منصور صورت گرفت و در او ابو مسلم خراسانی نیز به شهادت رسید بعد از منصور سی تن از خلفای عباسی به قدرت رسیدند که نامهای عمدهترین خلفای عباسی را چند لحظه بعد در جدول می و آخرین خلیفه عباسی ابو احمد المعتصم بلا بود که توسط این نیروهای چنگیز از قدرت بر انداخته شد می بود شاگرده عزیز درس ما اما اهمی خلافای عباسی را که عمدهترین ترین ما شما در روی جدول نمای را می که از کدام تاریخ تا کدام تاریخ اینا به سر قدرت بودن من چهار تا برتان بند کنم شما توجه باشید خب اسماء عده از خلفای عباسی و زمان اقتدارشان اسم خلیفه و زمان و یا دوره اقتدارش اولین خلیفه شان در شروع درد هم گفتیم که ابو العباس یعنی ابو صفا بود که از 132 هجری به قدرت رسید دومین خلیفه نا ابو جعفر عبدالله منصور در سال زمان قدرتش 136 هجری ابو عبدالله المهدی زمان اقتصادشان 158 هجری ابو جعفر آرون رشید 175 هجری ابو موسا محمد الامین 193 هجری ابو جعفر عبدالله مامون 198 هجری ابو اصحاق محمد متسمبلار 280 هجری ابو جعفر آرون واسق 227 هجری و ابو الفضل جعفر المتوکل علی الله دو تی و دوی هجری ای بود اسمای خلافایی که و زمان اقتدارشان می دونستم که در ها یاد گرفته باشین شاگرده عزیز حال نکات امده درس برتان در روی تخته نوشته می کنم شما هم کتابچه و قلم با خود بگیرین می که نکات امده را با خود یادداشت بکنین تا در یادگیری دست شما را کمک بکنید خب قسم که ما خواندیم که در نتیجه تماس که ابو مسلم خلاصنی با عباسی ها گرفت جلب توجه عباسی ها شد یعنی توجه عباسی ها را به خود جلب کرد در نتیجه ای تماس ها شکست آخرین خلیفه اموی و انتقال قدرت به عباسی ها صورت گرفت اولین خلیفه عباسی ها ابو العباس بود پیچی کرد اولین را در روز جمعه در مسجد بر مردم خان و در اوم خطبه خود, خود البته سخن در مورد فضایل خاندان حضرت محمد سلام و ظلم اموی ها را بیان کرد که اموی ها چه ظلم را با خاندان حضرت محمد و سلام نموده بودند اقتدار از نو 5 قرن طول کشید یا 5 قرن بر قدم روی اسلامی حکومت کردند آخرین خلیفه شان خوب منصور هم 36 تن از عباسی ها قدرت به دست گرفتن که عمده ترین از اونا ما شما چند لحظه پیش در روی جدول خواندیم خوب شاگرده عزیز ای بود درس امروز ما شما امیدوار استم در یاد گرفته باشین و با معلوماتتان در قسمت تاریخ ثبت تفسوده باشه با هم مثل درس های گذاشته چند سوال ساده برتان و کار خانگی انتخاب کردیم یا آماده ساختیم. شما سوالا را با خود یادداشت بکنید و با کمک کتاب و فامیل میتونید جواب سوالا را در کتابچه های خود بنویسید سوال اول ما است ابو العباس صفحه کی بود سوال دو ابو مسلم خراسانی چگونه به شهادت رسید و سوال سه آخرین خلیفه عباسی کی بود خب شاگرده عزیز ای بود درس امروز ما شما امیدوار هستم درس یاد گرفته باشین و با معلوماتتان در قسمت تاریخ تنفه افتاب باشه سوال های کار خانگی هم یادداشت داشت کردین و بر روز آینده سوال های به بخیر جواب شده کتابته های تان نوشته کنید دیگه صحت و سلامتی همیشه بدر غیرهای شما باشه شاگرده عزیز شما را به خداوند یک تا و بی همتا مسپارم و موفق باشین خدا حافظ و نگهدار